من خواستم حرمت ها شکسته نشه، ولی علی دایی از نظر ما فوتبالیست های مملکت عددی نیست که واسه بخوام درباره تصمیم بگیرم، به خاطر اینکه دو تا روپایی بلد نمیزنه. بعدم آقای علی دایی تو مشهوری توی مملکت، محبوب مردم نیستی، که محبوب دل مردم نیستی. بعدم من امروز صبح یه مصاحبه کردم از حراست سازمان تربیت بدنی، طبق نامه باشگاه پرسپولیس خواستیم که تا لحظه آخر این دعوا مرافعه رو پیگیری کنن که ببینن مقصر کیه. بچه های ما 3 نفر بودن، اخوی های آقای دایی به اضافه 20 تا کارمنداش اونجا بودن. این مال دعوای دیروز. بعدم شما پارسال آقای دایی شما مگه ریدراتون و پراید ماشین موبایل مکه کربلا نمیفسیدین؟ مگه نمیمدن شب بازی تو هتل تو خط میگرفتن میرفتن؟ مگه شما تو درفشیفر حتی بازیکنها رو شما دستور نهیدی بزنن؟ اون پارسال هم گفتی من خط دادم، منم بلا فاصله مصاحبه کردم که آقا اگر من خط دادم بگیرشون برین اینا کی خط گرفتن. بعدم شما همین اراذل اوباشی که شما میگی اینا تو رو کردن علی دایی، الان همه ایران شدن اراذل اوباش غیر از خانواده ایشون. بعدم آقای دایی تو اصلا بزرگترین افتخارت برای این مملکت سوم شدن آسیاست. تو از نظر ما چیزی نیستی که تو فکر میکنی چیزی هستی که ما بیام وقت اون رو تلف تو بکنیم. بعدم اون موقع که شما میگی من انتخاب کردن، یه روزی آقای استیلی آقای خاکپور میخواستم بیام پرسپولیس، من مربی تیم ملی بودم، اولین حرفی به اینا که من زدم گفتم اگه بابای تیم ملی میخوام بیام پرسپولیس خط میخوری. چجوری ما تو رو شبونه خط زدیم و شما بلند شدی رفتی اردبیل؟ آقای دایی پارسال میاد 250 میلیون با پرسپولیس قرارداد می‌بنده. بچه‌ها تو بازی سوم چهارم نمی‌دونستن چه خبره امورات مالی. وقتی شما بغل دستیش حسن خان محمدی میگیره 15 تومن، آقای جباری میگیره 15 تومن، آقای خان محمدی میگیره 30 تومن، این اختلافات یواش یواش پارسال به وجود اومد. وقتی ایشون اتوبوس رو دم عوارضی نگر میداره میگه تا چک 50 میلیونیمون نیاری نمیرم رشت، اینا یواش یواش این اختلافات پارسالش. ببینید شما، من بقول ایشون پرسپولیس میخوام بگم مال منه دیگه، که من اصلا چه ادعایی ندارم. ایشون پارسال 250 تومن از پرسپولیس گرفته، امسال 350 میلیون تومن از ثواباتی گرفته، میشه 600 میلیون تومن. منی که 40 سال از سال 58 این تیم پرسپولیس با چنگ و دندون، صندوق عقب رختکنش، تپه‌های داوودیه بدون زمین 25 سال قهرمانی مملکت کردم، 4 تا آدم ایشون مأمور کنه ببینه من زیر 400 میلیون گرفتم تو این 40 سال یا نگرفتم، اگه من واسه منافع چیدم. بعدم الان بره باشگاه پرسپولیس ببینه علی پروین امسال چقدر پول گرفته، اگه یک قرون من گرفته بودم ایشون میتونه ادعا بکنه که ما به خاطر پول اومدیم پرسپولیس.